تعبد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. عبادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قبل از اینکه مبعوث بشند. كان النبي عليه الصلاة والسلام على ملة على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر آیین و دین ابراهیم علیه الصلاة والسلام بودند. يخرج إلى غار حراء. به غار حرا می رفتند. يعبد الله سبحانه وتعالى. الله رو عبادت می کردند. يتفكر في مخلوقات الله. در آفریده های الهی می اندیشیدند و تفکر می کردند. و عندما كان في هذا الغار. و زمانی که در غار حرا بودند. جاءه جبريل عليه السلام. جبریل علیه السلام نزد ایشون آمد. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرا. و به پیامبر صلی الله علیه و آله سلام فرمود اقرا بخوان. نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما انا بقارئ. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام فرمودند که من خواندن نمیدانم. فقال له الثانيه اقرا. دوباره گفت بخوان. فقال ما انا بقارئ. و باز رسول خدا علیه الصلاه و السلام فرمود من خواندن نمیدانم. فقال له الثالثه اقرا. و برای سومین بار فرمود بخوان. قال ما انا بقارئ. و رسول الله علیه الصلاه و السلام پاسخ داد که من خواندن بلد نیستم. فقال له اقرا باسم ربك الذي خلق اول خمس آیات من سوره العلق. اینجا بود که نخستین آیات سوره علق پنج آیه اول رو برایشون وحی نمود و خوند اقرا باسم ربك الذي خلق. و بهذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام. و اینجا بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با نزول این آیات به نبوت برانگیخته شدند. كان له من العمر 40 سنة عليه. و اون زمان 40 سال عمر داشتند. خاف النبي صلى الله عليه وسلم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو ترس برداشت. راجع من الغار الى خدیجه رضی الله عنها. از غار به منزل خودشون نزد خدیجه رضی الله عنها رفتند. خائفا عليه الصلاة والسلام. و در حالی که ترسان و حراسان و نگران بودند. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اني خشيت على نفسي. به خدیجه فرمودند که من بر خودم نگران هستم و دچار ترس شدم. طمنته خدیجه رضی الله عنها. اما خدیجه رضی الله عنها به ایشون اطمینان و آرامش داد. قالت ابشر فوالله لا يخزيك الله ابدا. فرمود تو را بشارت باد و بدان که الله هرگز تو را خار و رسوا و ذلیل نمیگرداند. یعنی مثل النبی صلی الله علیه و سلم هذا لا يمكن ان يضيع الله سبحانه و تعالی. بدین معنا که همانند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را هرگز الله متعال ضایع نمی گرداند و رها نمی کند. و اخذته الى ورقه بن نوفل رضی الله عنه. خدیجه رضی الله عنها رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو با خودش نزد ورقه ابن نوفل رضی الله عنه برد. نعم ورقه رضی الله عنها عن سمع من النبي عليه الصلاه والسلام. ورقه رضی الله عنه به سخنان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گوش سپرد. فقال له ذاك الناموس یعنی هذا الرسول الذي كان ينزل على موسى عليه الصلاة والسلام. گفت أي جبريل. این همون فرستاده الله هست، همون جبرئیل هست که بر موسى عليه الصلاة والسلام هم از سوی الله وحی نمود. نعم لكن قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيبتلى سيعاد من قومه. و به رسول خدا صلی الله علیه و سلم اونجا ورقه خبر داد که از سوی قوم خودش دچار مصائب و سختی ها و مشکلاتی خواهد شد و دچار آزمایش و خواهد شد و آزموده خواهد شد.